اگر کار درست را به شیوه صحیح انجام دهید به هر نتیجه که میخواهید دست خواهید یافت هر کاری که در زندگی میکنید یا برای به دست آوردن عشق است یا برای جبران نبود عشق با ارزشترین سرمایه شما در واقع این است که چقدر بیشتر از دیگران ثبات قدم و پشتکار دارید از افراد با تجربه درس بگیرید چون عمر آنقدر طولانی نیست که بتوانید تمام موارد را خودتان تجربه کنید زندگی سخت است البته همیشه چنین بوده و همواره نیز چنین خواهد بود قبول کردن این واقعیت تا حدودی زندگی را آسان تر می کند. انتقاد مخرب در کودکی باعث می شود که در بزرگسالی از شکست خوردن و ترد شدن بترسید. شکست خوردن شرط لازم و حتمی برای دستیابی به موفقیت است. به واسطه یه شکست است که یاد می گیرید موفق شوید. عملگرایی و میل به واکنش سریع در هنگامی که فرصت موجود است در واقع کلید رسیدن به موفقیت در هر هیته است. همه ی تغییرات در زندگی شما زمانی حاصل می شود که ایده جدیدی به ذهنتان می رسد. شما می توانید هر چیزی را که ذهنتان مدت زمان زیادی به طور مستمر به آن بپردازد به دست آورید. رسیدن به آرامش ذهنی را والاترین هدف خود قرار بدهید و تمامی زندگیتان را در حول آن برنامه کنید. شما بالقوه نابغه هستید هیچ مشکلی نیست که نتوانید از سر راهتان بردارید و هیچ پاسخی وجود ندارد که نتوانید جایی آن را پیدا کنید طبیعت از کسی جانبداری نمی کند. اگر همان کاری را انجام دهید که افراد موفق انجام دادن بدون شک شما هم به موفقیت می رسید. تقریبا تمامی ناخشنودی شما در زندگی به خاطر تمایلتان به سرزنش کردن دیگران برای کاری است. اگر میخواهید در زندگی به موفقیت های بسیار دست یابید پس باید طالب موفقیت باشید. در هر جنبه ای از زندگی خود به دقت مشخص کنید که چه میخواهید چون نمی توانید آن را تصور کنید. داشتن هر گونه طرح یا روشی برای کسب موفقیت بهتر از نداشتن آن است. افکارتان را روی کاغذ بنویسید. هر شخصی که بخواهید بشوید، هر چیزی که بخواهید داشته باشید یا هر کاری که بخواهید انجام دهید در عمل با یادگیری و سخت کوشی دست یافتنی زندگی خود را یک شاهکار بدانید. هیچ محدودیتی برای آنچه می توانید بشوید یا داشته باشید یا انجام دهید قائل نشوید. شما این توانایی را دارید که همکنون از تمامی موفقیت های قبلی خود فراتر بروید. اگر راجب پول نگران هستید فقط به این معناست که شما می توانید و باید پول بیشتری به دست آورید. به راستی چگونه می خواهید این کار را انجام دهید؟ امروز تصمیم بگیرید که کاری بی نظیر در زندگی انجام بدهید. راز بزرگ موفقیت این است که در واقع هیچ راز موفقیتی وجود ندارد. فقط اصول پابرجا و همیشگی وجود دارد که در طول قرون بودن آنها به اثبات رسیده است. آرامش ذهن برترین مسلحت و نفع انسان و در واقع وضعیت عادی و طبیعی شماست. از خودتان بپرسید آیا میخواهید حق با شما باشد یا میخواهید شاد باشید؟ کاری کنید که هر روز به هدف زندگیتان نزدیکتر شوید. میزان موفقیت شما بستگی دارد به میزان رسیدن به خوشبختیتان. مهربانانه ترین عملی که می توانید برای آنهایی که دوستشان دارید انجام دهید این است که تبدیل به شخصی شاد و خوشحال شوید. شما نمی توانید چیزی را که ندارید به دیگران ببخشید. پس غمگین هستید. نمی توانید دیگران را خوشحال کنید. نگرش مثبت ذهنی با موفقیت در تمامی وجوه زندگی قرین است. هرچه بیشتر احساسات منفی را از زندگیتان حذف کنید به همان اندازه مثبت اندیش، خلاق و خوشحال خواهید بود. روش تفکر برگشت از آینده را تمرین کنید. یعنی با کمک ذهنتان به آینده بروید و زندگی آرمانی خودتان را تجسم کنید. این زندگی آرمانی چگونه خواهد بود؟ فقط یک زندگی وجود دارد که آن هم به سرعت سپری می شود. فقط آنچه با عشق انجام می شود باقی می ماند. علاقه من شوید که کارتان را با توکل و بدون تضمین موفقیت شروع کنید. این کار نشانه عظمت فردی است. همیشه مختارید که انتخاب کنید با زندگیتان چه می خواهید بکنید. برای تغییر دادن آینده خود انتخاب های جدیدی پیش پای خودتان بگذارید. خوشبختی و ناکامی شما معمولا نتیجه روابط شغلی و فردی شماست که گاهی نیز ناخوشایند است. همین امروز تصمیم بگیرید که در زندگی خود بهترین روابط را برنامه ریزی کرده و ترتیب دهید. به یاد داشته باشید این کار فقط به عهده شماست. اگر قرار بود که امروز زندگی را دوباره از نو شروع کنید کدام تغییرات را در زندگی خود ایجاد می کردید؟ ملاک واقعی سلامت شخصیت شما میزان خندرویی شما در ارتباطهایتان با دیگران است هرگز از دیگران گله و شکایت نکنید هرگز توجی نکنید و در مقابل وسوسه دفاع کردن از خود به بهانه آوردن مقاومت کنید میزان آزادی شما بستگی دارد به تعداد انتخابهایی که در اختیار دارید پس برای هر موقعیتی انتخابهای مختلف داشته باشید وقت طلاس پس همیشه به دنبال راههایی برای سریعتر و بهتر انجام دادن کارها باشید در مقایسه با تمام دوران تاریخ بشر ما در قنیترین دوران زندگی می کنیم. آیا توانستید با عملکرد درست ثروتی را که سهم عادلانه شماست از جامعه بگیرید برای ثروتمند شدن باید میلی پرشور برای درآوردن پول و رسیدن به استقلال مالی داشته باشید مشخص کنید که امروز چه مقدار پول در طول یک سال پنج سال یا ده سال به دست آوردید برای به دست آوردن این مقادیر چه باید بکنید برای اینکه واقعا خوشحال باشید و احساس خوشبختی کنید باید معنا و مفهومی روشن از زندگی داشته باشید طرز فکر مبتنی بر توقع بجا و آکنده از اعتماد خلاقیت شما را فعال می سازد و قوای ذهنیتان را شکوفا می کند. اگر احتیاج مادر اختراس پس به نظر می رسد که مهنت و درد پدر یادگیری است. شما همانی هستید که هستید و در همان مقامی هستید که شایسته آن هستید چون خودتان اینطور خواسته اید اکنون نسبت به چیزی بزرگتر و مهمتر از خودتان احساس مسئولیت کنید خودشکوفایی و خودسازی زمانی به دست می آید که احساس کنید تا آنجا که در توان داشته اید به خیشتن خود دست یافته اید خوشبختی تحقق تدریجی یک آرمان با ارزش است برای اینکه با تمام توانایی دست به عمل بزنید باید خودتان را بشناسید و بدانید که چرا تفکر و احساساتتان به این صورتی است که اکنون هست. شما کسی نیستید که خیال می کنید هستید، بلکه آن چیزی هستید که فکر می کنید هستید. همیشه در ظاهر طوری رفتار کنید که با خودنگاره خودتان در باطن همسان باشد. موفقیتی که امروز از آن برخوردارید نتیجه بهایی است که در گذشته پرداخته اید. اگر طرز تفکر خودتان را تغییر دهید در واقع زندگی خودتان را تغییر می دهید. شما می توانید تمامی موارد مورد نیاز را برای رسیدن به هر هدفی که برای خودتان انتخاب کرده اید یاد بگیرید. اگر موردی در زندگیتان وجود دارد که آن را نمی پسندید، علت را پیدا کنید و آن را از میان بردارید. یکی از چیزهایی که کنترل کامل آن را در دست دارید، طرز تفکر شماست. پس از آن خوب استفاده کنید. تعیین موعد مقرر برای رسیدن به اهداف باعث می شود که زمیر نیمه آگاه شما فعال و تصمیم و اراده شما تقویت شود. برای موفق شدن همان کاری را انجام دهید که اشخاص موفق انجام دادن و این کار را آنقدر ادامه دهید تا به همان نتایجی که آنها دست یافتند برسید. دوست داشتن دیگران را با انجام دادن کارهای دوست داشتنی با آنها و برای آنها یاد می لبخند بزنید و به یاد داشته باشید هر کسی را که ملاقات می کنید مشکلات خاص خودش را دارد و حوصله دیدن چهره گرفته شما را ندارد. هر چیزی را که از صمیم قلب باور دارید خواه درست یا غلط به واقعیت بدل می شود. برای اینکه در ظاهر شبیه به کسی شوید که میخواهید مثل او باشید باید ذهنیت و باورهایتان مانند آن فرد بشود. دیدگاهی مثبت داشته باشید یعنی نکات مثبت اشخاص و اوضاع دوربرتان را ببینید. بزرگترین موانع ذهنی که باید بر آنها فائق شوید همانهایی هستند که از باورهای خودتان و محدودیتهای ذهنی شما ریشه میگیرد اگر همیشه توقع داشته باشید که خوشحال و موفق باشید و همیشه بر اساس این دیدگاه رفتار کنید امکان ندارد ناامید شوید اگر قرار بود زندگیتان را از نو شروع کنید چه کاری را به نحوه دیگری انجام میدادید جواب هرچه باشد آن را اکنون انجام دهید شما می توانید درستی و موفق بودن بسیاری از ایده ها را با پرسیدن این سوال از خودتان بفهمید. آیا این ایده در مورد من صدق می کند؟ تئودور روزولت چنین گفته است: در هر شرایطی که هستید، با تمام امکاناتی که در اختیار دارید، هر کاری که از دستتان برمی آید انجام دهید. این پندی بزرگ است. هر روز صبح با گفتن این جمله روزتان را شروع کنید. مطمئنم که امروز اتفاق خوبی برایم می افتد. این جمله را چند بار تکرار کنید. افراد موفق درباره اینکه که, که هستند و چه میخواهند تصور بسیار روشنی دارند. این ذهن شگفتانگیز شماست که میتواند شما را از فقر به اوج ثروت، از تنهایی به محبوبیت و از افسردگی به سعادت و خوشی رهنمون سازد. البته از آن درست استفاده کنید. دلیل هر کاری که انجام میدهید یا علاقه است یا ترس. مغز شما بیش از 100 سلول دارد. که هر یک حداقل با 20 هزار سلول دیگر در ارتباط است. تعداد این اتصال ها بیشتر از تعداد مولکول هایی است که در جهان شناخته شده وجود دارد. مهمترین اهداف خود را روی یک برگه یادداشت کوچک بنویسید و حداقل روزی دوبار آنها را مرور کنید. در هر شرایطی هر کاری که انجام می دهید در واقع با انسانهای دیگر سر و کار دارید. خودتان را به خوشبینی بیش از حد مبتلا کنید یعنی فکر کنید همه ی عالم توطعه کردن تا به شما خوبی کنند. در مقابل هر بدبیاری و شکستی فورا به خودتان بگویید اتفاق خوبی است و سپس نکات مثبت آن وضعیت را پیدا کنید. به یاد داشته باشید هر چیزی در زندگیتان دارید نتیجه شخصیت خودتان است. شما می توانید بیشتر داشته باشید، بهتر از این باشید و کارهای بیشتری انجام دهید چون می توانید خودتان را تغییر دهید. باید کاملا به وضوح بدانید که هدفتان چیست ولی درباره نحوه دستیابی به آن انعطاف پذیر باشید شما به این دلیل آنگونه هستید و در این مقام قرار دارید که باورتان نسبت به خود چنین بوده است به عبارت دیگر اگر باورهایتان را تغییر دهید واقعیت‌های زندگیتان تغییر می‌کند دو مرد از پشت میله زندان به بیرون می‌نگریستند یکی گلولای می‌دید و دیگری ستارگان را سطح دانش و مهارت فعلی شماست که باعث شده به جایی برسید که امروز هستید. تفکر خلاق و آفرینشگر است. شما تمامی زندگی خود را ساعت به ساعت و دقیقه به دقیقه با فکرهایتان می آفرینید. باورها و ارزشهای اصلی شما فقط و فقط در اعمالتان بروز می کند به ویژه آن اعمالی که تحت فشار عصبی انجام می دهید. زمانی زندگی شما شروع می شود که بالاخره بفهمید منشأ تمامی ترسهایتان ذهن شماست. شجاعت به راستی بهترین فضیلت محسوب می شود چون فضایل دیگر به آن وابسته هستند. خود شکست نیست که جلوی موفقیت شما را می گیرد بلکه ترس از شکست است که شما را زمین گیر می کند. شما اشخاص و اوضاعی را وارد زندگیتان می کنید که در واقع همسان و سازگار با افکار اصلی خودتان است. مثبت اندیش باشید یعنی از چیزی یا کسی انتقاد نکنید. همچنین سرزنش کردن را هم کنار بگذارید. شکست فقط مجال دیگری است برای اینکه دوباره با هوشیاری بیشتر دست به کار شوید. رشد شخصیت همان فرایند ایجاد و حفظ عزت نفس بالاست. شما می توانید با تغییر دادن نحوه تفکرتان راجع به خودتان عمل را تغییر دهید. بسیاری از موفقترین مردان و زنان جهان از دانشگاه فارغ تحصیل نشدند بلکه در مدرسه زندگی درس خواندند همواره به پاداش‌های های موفقیت فکر کنید نه به قرامت های شکست آینده نگر و هدفگر باشید وقتی با مشکلی مواجه می شوید، از خودتان بپرسید هدف من چیست عادت شجاع بودن را به این صورت در خودتان ایجاد کنید که وقتی می ترسید شجاعانه رفتار کنید با چیزهایی که میترسید روبرو شوید و مطمئن باشید که نابودی ترس حتمی است. این تصویر ذهنی شماست که عملکردتان را کنترل می کند. پس خودتان را با اعتماد به نفس و کاملا مسلط بر امور تصور کنید. فضای ذهنی خودتان را بسازید و کنترل آن را بر عهده بگیرید و فقط آن کلمات، تصاویر و ایده هایی را که دوست دارید به این محیط راه دهید. شکلگیری عادات خوب سخت است و زندگی کردن با آن آسان است. شکلگیری عادات بد آسان است ولی زندگی کردن با آن سخت است. عزت نفس و عشق به خود متضاد ترس است. هرچه بیشتر خودتان را دوست بدارید کمتر از چیزی می ترسید. برای اینکه همیشه مثبت اندیش و با اعتماد به نفس باشید مدام به اهدافتان فکر کنید. آیا می خواهید میزان موفقیت خود را افزایش دهید؟ پس میزان شکستهایتان را دو برابر کنید. برای تقویت الگوهای عادتی مثبت و نو در افکارتان و رفتارتان جملات تأکیدی و مثبت را پیش خودتان تکرار کنید شما همانقدر خودتان را دوست دارید که به دیگران عشق میورزید اگر میدانستید که آرزوهایتان برآورده میشود چه آرزوی بزرگی میکردید دنیای بیرون شما در واقع باستابی از دنیای درون شماست همواره ذهن خود را مشغول افکار کلمات، تصاویر و افرادی کنید که هماهنگ با شخصی باشد که میخواهید باشید و سازگار با اهدافی باشید که میخواهید به آنها برسید. زندگی کنونی شما حاصل همه انتخاب ها و تصمیم هایی است که در گذشته اتخاذ کرده اید. وقتی انتخاب جدیدی می کنید در واقع آینده ای جدید را بنا می شما قادر هستید هر عادت فکری یا رفتاری را که مناسب یا لازم می دانید، در خودتان ایجاد کنید. هر چیزی که در دنیای مادی پیرامونمان هست فقط آن اهمیتی را پیدا می کند که افکارتان به آن می دهد. شما نمی توانید آنچه را که اتفاق می افتد کنترل کنید. فقط می توانید نحوه و واکنش خودتان را نسبت به آن اتفاق تحت اختیار بگیرید. شما شدیدا تحت تأثیر افرادی هستید که برای عشق و احترام آنان بیشترین ارزش را قائلید. همیشه به آنچه می خواهید فکر کنید نه چیزهایی که از آن می ترسید. تصاویر ذهنی خودتان را خلق کنید و آنها را پر از چیزهایی کنید که میخواهید داشته باشید به یاد داشته باشید که تمامی پیشرفتها در زندگی شما با اصلاح تصاویر ذهنی شروع می شود شما همیشه در جهت افکار اصلی خودتان رشد و تکامل پیدا می کنید برتری و بهتر شدن یک مقصد نیست بلکه سفری طولانی است که هرگز پایان نمیپذیرد تایید کردن اهدافتان در واقع شیوهی برای شکل دادن به واقعیت آینده است. بلند صحبت کردن با خودتان با لحن و شیوهی مثبت و اطمینان بخش باعث می شود که واقعا اعتماد به نفس پیدا کنید و عملکرد شما بهتر شود. سخن آخر این کتاب توسط نویسنده مشهور برایان ترسی نگاشته شده است. امیدوارم که این کتاب همانطور که از نامش پیداست بتواند در خود شکوفایی و موفقیت فردی شما تأثیر به سزایی داشته باشد. ولی باید توجه داشت که تمامی نکاتی که نگاشته شده و توسط شما خوانده می شود باید در زندگی فردی شما به کار برود. به امید خدا امیدوارم زندگی تو هم با موفقیت داشته باشید.